با پیشکش درودهای بسیار گرم و صمیمانه حضور شما همیهنان گرامی و نازنینم و درودهای بسیار گرم به همه شما ایرانی تباران و پارسی زبانان در سراسر فرات بزرگ ایران، دخترموها و پسرموها در دوشنبه و کابل، در سمرقند و بخارا و در هر کجای جهان که هست. درودهای ویژه و بسیار صمیمانه من تقدیم به شما آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی که با شکوه پر افتخار خود در هفتم آبان ماه در پاساگاد برگ دیگری از تاریخ معاصر ایران رو ورق زدید و فصلی رو گشودید و نهضتی رو برپا کردید و جنبشی رو به وجود آوردید که می رود تا سرانجام رژیم فرقه‌ای و استبدادی حاکم بر ایران رو یکسره از جا بکند و حکومتی درخور و شایسته در کشور ما به وجود بیاورد، حکومتی که مبتنی است بر شعارهایی که شما در پاساگاد سر دادید و خواستار حکومتی سکولار و دموکرات و همچنین حکومتی که بتواند به خواستهای ملی ملت ایران جامعه عمل بپوشاند. به همین جهت نهضت بزرگ و جنبش پاساگاد یک حرکتی است که میتوانم بگویم در تاریخ ایران حرکتی است که نه تنها میتواند سرنوشت ملت ایران رو به گونه‌ای بهتر تغییر بدهد، بلکه می تواند الگویی باشد برای دیگر ملت‌ها در منطقه و در جهان که زیر یوغ حکومت‌های استبدادی و فرقه‌گرا مانند آنچه که در ایران است باشند. در حاشیه این جنبش بزرگ پاساگاد مسائل پیش آمد که بد نیست امروز به گفتگو با آن بپردازیم و در این مورد بایستی عرض کنم که یک ملتی که در برابر یک رژیم تمامیت‌خواه و فرقه‌ای قد علم می‌کند و می‌خواهد این رژیم رو ساقط بکند، دو راه در پیش دارد. راه اول این است که از طریق جنگ‌ها و نبرد مسلحانه رژیم رو به زیر بکشد که در جهان امروز و در تفکر امروز دیگر یک چنین شیوهی منسوخ است و به کار برده نمی شود. و آنچه که ملت‌های مختلف در حداقل طی چند سال گذشته انجام داده اند مبتنی بوده است بر فعالیت‌های گسترده مدنی به شکل نافرمانی‌ها و چالش کشیدن رژیم‌های دیکتاتوری. برای اینکه رژیمی رو به چالش بکشیم باید یک کار فرهنگی رو به صورت ملی و گسترده در برابر آنچه که رژیم میخواهد به ملت تحمیل بکند انجام بده. آنچه که از هنگام روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و آمدن آقای خمینی به گورستان بهشت زهرا و اولین سخنان او که حتی امروز جمهوری اسلامی ابا دارد که اون رو پخش بکند توأم بود با نوعی خشونتگرایی و سخنان او با این آغاز شد که من مشت به دهان این دولت میزنم و این فرهنگ غیر ایرانی و این فرهنگ غیر انسانی و این فرهنگ غیر مدرن قرون وسطایی دیربازی است که در کشور ما رواج پیدا کرده است. یکی دیگر از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده است این است که از هنگام روی کار آمدن ایجاد تفرقه در میان ملت ایران رو در دستور کار خود قرار داد. دیدیم در همون اوایل آخوندهای رو گسیل کردن به برخی از نقاط کشور، جایی که همیهنان سنی مذهب ما عمدتا زندگی می کنند و به شدت به باورهای مذهبی اونها اهانت کردند برای اینکه بین ملت ایران تفرقه بود. و سپس
تفرقه رو در میان اقشار مختلف و گروه‌های مختلف ایرانی دامن زدند و اکنون ما می‌بینیم که در مجلس قضایی به نام شورای اسلامی چه کردند. تغییر نام مجلس شورای ملی، یعنی مجلسی که نمایندگان ملت ایران در آن حضور پیدا می‌کنند و نمایندگان یک ملت مشخص و واحد است، به مجلس شورای اسلامی، در واقع طرح دیگری بود در جهت همین تفرقه افکنی و جدا کردن ملت ایران از یکدیگر. بدیهی است که در یک جنبش بزرگ میلیونی طبقات مختلف مردم شرکت می کنند و هر طبقه یا گروهی شعار مخصوص به خود رو سر می دهد و در این مورد بسیار سخت است که انسان کنترل بکند. اما در این حال نمی شود در باب بعضی از مسائل توضیح هم نداد. آنچه که در این شعارها مطرح است و ما بایستی توجه داشته باشیم به عنوان یک ملت واحد و به عنوان کسانی که در یک منطقه زندگی می کنیم و به حکم جبری که وجود دارد برای همه کشورها، زیرا هیچ کشوری این حق و اختیار رو ندارد که همسایگان خودش رو خودش تعیین بکند، بنابراین ما با ملت‌های دیگر در منطقه همسایه هستیم. دادن شعارهایی که اهانت‌آمیز باشد به برخی از ایرانیان و به خصوص به ایرانیان ساکن در جنوب کشور و همچنین شعارهایی که اهانت‌آمیز باشد به دیگر ملت‌های منطقه، آن هم در شرایطی که امروز جمهوری اسلامی با پول و سرمایه ملت ایران از تمام کشورهای منطقه کوشیده است که دشمنان ریز و درشتی برای ایران فراهم بکند، شعارهای اشتباهی است. اما شوربختانه دیدیم به محض اینکه تذکر داده شد، عده‌ای گرمتر از آتش به میدان آمدند و فریاد اینکه میهن برباد می‌رود و سر دادند و شروع کردند به ایجاد اشکالات. امروز به صرف اینکه یک ایدئولوژی بر ما 1400 سال از تحمیل شده است، ما نباید نسبت به ملت‌های همسایه خود اهانت کنیم. امروز ما در شرایطی نیستیم که در منطقه بیش از آنچه که این رژیم برای ما دشمن آفریده است برای خود دشمن خلق، بلکه اکنون که نهضت هفته آبان یا جنبش پاسارگاد آغاز شده است و ما می رویم برای یک هدف مشخص و معین، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دوستی کشورهای منطقه هستیم. اما شوربختانه می بینیم اگر امروز حرف درستی زده می شود، عده‌ای منتظرند تا برچسب‌های خود را به پیشانی افراد بزنند که از عرب ها پول گرفته است یا آدم اسرائیل است یا چنین است یا چنان است. اینها مسائلی است که بایستی دوباره مورد بررسی ما قرار بگیرد و شوربختانه من دیدم در این چند هفته گذشته که بسیاری مطالب ناروا رد و بدل شد، بسیاری مسائل مطرح شد که نمی بایستی مطرح می شد و باز دست‌هایی به کار افتاد تا این تفرقه افکنی ها رو توسعه بدهد. بنابراین امروز بر ما به عنوان یک ملت آگاه، یک ملت باستانی با یک فرهنگ درخشان، واجب است که به جامعه جهانی نشان بدهیم که ما متفاوت از رژیمی هستیم که بر ما حاکم است و در واقع آنچه که ما میتوانیم در این رابطه برای جلب نظر جهانیان و دیگر ملت ها برای حمایت از جنبش ملی ایرانیان به کار بگیریم، همین است که از اهانت کردن به دیگران، تهمت زدن به دیگران بپرهیزیم. و آنانی که امروز سعی می کنند با تهمت زدن به میهن پرستان واقعی، با آنانی که دلسوزان جامعه هستند، جو ایران رو متشنج بکنند و اجازه ندهند که اپوزیسیون در خارج از کشور و ملت بزرگ ایران در داخل ایران بتواند به
وظیفه‌ای که دارد برای آزادسازی کشور بپردازد، بدانند که سخت در اشتباهند و دیر یا زود ملت ایران را بایستی پاسخگو باشد. اما از این موضوع که بگذریم، موضوع دیگری که این روزها حائز اهمیت بسیار است و در تمام محافل سیاسی جهان درباره او گفتگو می شود، همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. سرانجام پیروزی آقای ترامپ بر خانم کلینتون در واقع پیروزی یک سیستمی بود بر سیستم دیگر، روشی بود بر روش دیگر در اداره جهان، نه فقط کشور آمریکا. در برنامه‌های پیشین و در دیگر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی من به کرات عرض کردم که جهشی در سیاست کلی جهان در حال شکل‌گیری است و بر همون اساس و آنچه که فرجام و برایند عملکرد سیاست خارجی آمریکایی‌ها در طی لااقل 25 سال گذشته بود، که نتیجه جز این جنگ ها و ویرانی ها و گرفتاری ها و مهاجرت های میلیونی و مصائبی که امروز جهان ما با آن مواجه هست به وجود آورده بود، سرانجام جامعه جهانی به این نتیجه رسید که میبایستی یک تغییر و تحول بزرگی در جهان ما پدیدار بشود. و صد البته چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، ایالات متحده آمریکا امروز به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان در کره زمین مطرح است. و بنابراین سیاست خارجی آمریکا که همواره سیاستی شوربختانه سلطه‌جویانه بوده است و بر اساس این سلطه‌جویی که آمریکایی‌ها در طی همه سال‌ها به خصوص پس از جنگ جهانی دوم به این سو در سراسر جهان دنبال کرده اند و سرانجام آن این نتیجه وحشتناکی است که امروز می‌بینیم، در نهایت به صورت یک پاتکی به خود جامعه آمریکا برگشت. و به همین جهت شاهد بودیم که چگونه این انتخابات متفاوت از انتخابات دوره‌های پیشین، توأم با آن همه جنجال، رسوایی‌ها و گرفتاری‌های متعدد بود. اما سرانجام پس از پیروزی آقای ترامپ بر خانم کلینتون، ماجرا به اینجا ختم نشد. اگرچه قرار است که اعضای هیئت‌های گزینش یا کالج‌های الکترال رأی نهایی خود را برای آقای ترامپ و معاون انتخابی او آقای پنس در یک کمیسیون مشترک دو مجلس صادر بکنند و رسما این آقایان به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور انتخاب بشوند، اما به هر صورت آنچه مسلم است این است که کالج الکترال هم بر اساس رأی مردم، رأی پاپولار، رأی خودش رو صادر میکند و محرز هست که این دو نفر در آینده وارد کاخ سفید خواهند شد. اما تظاهرات بر علیه آقای ترامپ، یا به تعبیر بهتر بایستی بگویم تظاهرات بر علیه سیستمی که آقای ترامپ اون رو نمایندگی میکرد و سمبل آن بود، هنوز ادامه دارد. و نه تنها در جامعه آمریکایی بسیاری رو نگران کرده است، بلکه در خارج از آمریکا در سطح جهان هم نگرانی های رو به وجود آورده است. اما فی الواقع آیا این نگرانی ها نگرانی های درست است، یا به علت تبلیغاتی است که همان سیستمی که میخواست خانم هیلری کلینتون رو به کاخ سفید ببرد، همان سیستمی که اعتقاد به سامانه جهانی شدن دارد و همون سیستمی که حداقل در طی 8 سال گذشته در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما خوشید، ظاهرا برخلاف 8 سال پیش از اون یعنی دوران جورج بوش دوم عمل بکند، آیا حقیقتا نتیجه داد؟ آیا حقیقتا این دوره 8 ساله آقای اوباما دوره‌ای بود توأم با صلح و امنیت در جهان؟ آیا می شود امروز
چشمان خود را بر روی همه فجایعی که در سوریه و در سراسر خاورمیانه روزمره اتفاق میافتد بست. و این چیزی بود که پرسش بزرگی بود که در برابر جامعه جهانی بود. اما آنچه که در این میان اتفاق افتاد و در واقع بایستی بگویم که با موضوع برکسیت یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شد، فصل جدیدی بود در تاریخ روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها، به این ترتیب که حتی در سیستم‌های دموکراتیک که مردم حکومت‌ها را تعیین می‌کنند، این حکومت‌ها بودند که در نهایت بدون توجه به خواست مردم آنچه را که می‌خواستند دیکته می‌کردند. و امروز ملت‌ها به پا خواستند و در این خیزشی که ملت‌ها انجام دادند و نعی بزرگی که ابتدا در بریتانیا و سپس نعی بزرگی که به خانم کلینتون گفتند، نشان دهنده این است که ملت‌ها می‌خواهند امروز حق خودشون رو از دولت‌های خودشون بگیرن. و به همین جهت است که من عرض می‌کنم فصل جدیدی در تاریخ روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها آغاز شده است. در طی چند روز گذشته ما شاهد بودیم تعداد کسانی که در گذشته مشاغلی در ایالات متحده آمریکا داشتن و هر کدام در نوع خود کول باری از گرفتاری ها رو در شخصیت سیاسی و فردی خود حمل می کنن و حتی بسیاری از این کسان این ننگ رو بر پیشانی دارند که تا حد دلالی سیاسی برخی از گروهک ها پیش رفتند و خود رو به اوج ذلت رساندند. آیا امروز ملت آمریکا می تواند بپذیرد که با حمایت بسیار بیدریقی که از آقای ترامپ کرد، به امید اینکه زندگی اونها تغییر خواهد کرد، به امید اینکه صلح و امنیت در جهان برقرار خواهد شد، آیا می پذیرد که افرادی بر روی کار بیایند و همان شیوهی رو که آقای ترامپ اتفاقا در مبارزات انتخاباتی خودش نفی میکرد و بر علیه اون سیستم و اون شیوه سخن میگفت و دلیل گرایش مردم آمریکا به ترامپ و رأی دادن و تایید کردن او همین بود، امروز بیاید و چنین کاری بکنه؟ به تبع من تصور میکنم که آقای ترامپ داناتر از این باشد که افرادی رو با سوابق بسیار نامشخص بخواهد در صحنه سیاسی آینده آمریکا وارد بکند. از سوی دیگر اگر آقای ترامپ به دنبال سیاستمدارانی بگردد که دارای پیشینه‌ای بسیار شفاف و بسیار پاک هستند اما در این حال فاقد تجربیات کافی در زمینه سیاسی باشند، آن وقت است که می‌بینیم آقای ترامپ با کوهی از مشکلات که در برابر او و کابینه آیندهش قرار دارد مواجه خواهد شد. بنابراین شاید یکی از مشکل‌ترین گزینش‌ها برای کابینه در تاریخ آمریکا همین کابینه است که قرار است آقای ترامپ تشکیل بدهد. و من امیدوار هستم که آقای ترامپ از این هوش و ذکاوت برخوردار باشد و این رو درک بکند، برخلاف آنچه که پیشینیان انجام داده اند که امروز که انتخاب شده است پشت به ملت آمریکا و به مردم جهان نکند. در این زمینه ببینیم که وضعیت ما در چه شرایطی قرار دارد و بسیاری پرسش ها مطرح است که ترامپ با ملایان چه خواهد کرد، سرنوشت رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد. پیش از این که من به این پرسش پاسخ بدهم و این موضوع رو بررسی کنم، چون
در قسمت دوم برنامه مهمان بسیار عالی قدری دارم از شخصیت‌های برجسته در جبهه هماهنگ مبارزان ایران که پرسش‌هایی رو از ایشون در همین زمینه با ایشان مطرح خواهم کرد. اما اخیراً بی بی سی مصاحبه‌ای انجام داد با شاهزاده رضا پهلوی و طبق معمول از ایشان به عنوان ولیعهد پیشین نام برد و من امیدوار هستم که به جای این بازی‌هایی که امروز ما در سطح اپوزیسیون می‌بینیم و برپایی این سمینارهای کودکانه و این بحثی که راجع به پرچم هست و مسائلی از این قبیل که آیا ببریم آیا نبریم، بهتر است که واقعیت‌ها رو درک کنیم، بهتر است با حقایق داخل کشورمون آشنا بشویم و بهتر است بپذیریم که ملت ایران در کجا قرار دارد و ما چقدر از ملت ایران و جوانان ایرانی عقب هستیم. آنگاه که این اصل رو پذیرفتیم ممکن است بتوانیم با آنان همگام بشویم. اما حداقل تا زمانی که این رو نتوانستیم درک بکنیم، به جای اخلال و خرابکاری می توانیم مهر سکوت به لب بزنیم، آهسته بنشینیم، ساکت باشیم، اجازه بدهیم که ایرانیان در این فرصتی که پیش می آید بتوانند خودشون رو مجتمع کنند، با یک اتحاد قوی بتوانند به هدف والای خود یعنی سرنگونی رژیم اسلامی برسند. همیهنان بسیار گرامی و نازنینم، من از شما می خواهم درباره برنامه های ما با ما تماس بگیرید و تلفن های 650-619-7623 و 832-277-7748 در اختیار شما هستند و می توانید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در این دوره بسیار بسیار حساس تاریخ ایران و جهان با ما در میان بگذارید. همیانان گرامی هم با ما می توانید در تماس باشید، نظرات خودتون رو ابلاغ بفرمایید. تلفن هایی رو که روی صفحه می بینید 650-619-7623 و همچنین شماره 832-277-7748 و شاید بهترین راه تماس از طریق ایمیل هست شورای نجات ایران @gmail.com و بنابراین با این ایمیلی که روی صفحه میبینید شورای نجات ایران و یا با تلفن هایی که عرض کردم با ما میتوانید در ارتباط باشید و از نظریات خود به خصوص در این دوران بسیار حساس تاریخ ایران و تاریخ جهان نیازمندیم که نظرات شما رو بشنویم و پیشنهادات سازنده شما رو بدانیم و مورد اجرا قرار بدهیم. همیهنان گرامی، در بخش دوم برنامه همونطور که پیشتر عرض کردم مهمان عالی قدری داریم. البته مهمان که چه عرض کنم، ایشان خودشون صاحب خانه هستند، شخصیت برجسته از یاران در جبهه هماهنگ مبارزان ایران، جناب سرهنگ بهروز سرشار، و این افتخار رو دادن و دعوت من رو پذیرفتن که امشب امروز در خدمتشون باشیم. جناب سرهنگ سرشار، درود می‌فرستم خدمتتون و خیلی خوش آمدید و سپاس از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. درود بر جناب علی، جناب دکتر احمدی، با سپاس فراوان از جناب علی و همچنین درود به همیهنان عزیز و همرزمان، با آرزوی بهترین ها برای همه. بسیار سپاسگزار هستم جناب سرهنگ سرشار. من تصورم این است که اگر آقای ترامپ بخواهد کسانی رو که به ایشون رأی دادن و ایشون انتخاب کردن راضی بکنه از انتخابشون، ایشون بایستی در انتخاب افراد برای کابینه نهایت دقت رو داشته باشه. من میخوام در این مورد جناب علی بفرمایید که نظرتون چی هست و فکر میکنید که ترکیب کابینه به چه شکلی خواهد. با سپاس برسون برسونم. من قبل از اینکه پاسخ جناب علی رو بدم باید اظهار بکنم خدمتتون، بگم که
من شخصا از نتیجه انتخابات راضی نیستم و معتقدم که امریکا دوچار قحط و رجال است و این مشکل باعث شد که آقای ترامپ پیروز بشن، به اضافه اینکه آقای ترامپ به خاطر ناراحتی یک عده زیادی که اعتقاد به تبعیض نژادی دارند و از حضور آقای اوباما که سیاه پوست هستند در کاخ سفید ناراحت بودند و همچنین عده‌ای که هنوز به تساوی زن و مرد اعتقاد آنچنانی ندارند و نمیخواستند و نمیخواهند که یک رئیس جمهور زن در امریکا روی کار بیاد و اینکه یک عده زیادی از لاتین ها به خصوص کوبایی ها که بقیه لاتین ها کوبایی ها اونطور که باید شاید قبول ندارند، در ایالت فلوریدا آقای ترامپ برنده شد و نهایتاً ایشون رئیس جمهور شدن. البته باید بپذیریم چون مقررات و قانون انتخابات امریکا این چنین است که دیدیم و رأی اکثریت و پاپولار ووت در واقع در حال حاضر در امریکا حاکم نیست. امکان این هست که در آینده این تغییر پیدا بکنه. و اما اون قحط و رجالی که عرض کردم اون وجود داره و نمونهش رو ما داریم میبینیم که دارن به دنبال یک چهره‌های قدیمی کنار گذاشته شده که اکثرا هم شوربختانه خوشنام نیستند میرن و صحبت از این است که اینها رو به کار دعوت کنن و در مقام‌های حساس بگمارن. چند نفر از این آقایون مورد نظر ما هستند و شناخته شده از نظر ما به خاطر ارتباطشون با سازمان مجاهدین خلق که از جمله آقای بولتون هست، آقای جولیانی هست، آقای تام ریچ هست و عده دیگر. و اینها ما میدونیم که در امریکا کنگره، سنا و هاوس و کاخ سفید و تمام وزارتخونه ها متأثر از لابیگری دلالان سیاسی هستند. در واشنگتن بین 33 تا 34 هزار دلال سیاسی یا لابیست وجود داره که اینها تمام معاملات دولت امریکا، وزارتخونه ها، اسلحه فروش ها، کارخانه جات، هر هواپیما یا کشتی جنگی یا ناو هواپیمابر کوچک و بزرگ، هر چیزی که دولت خریدارش باشه، این لابیستا در این که چه کمپانی بتونه این را بسازه و مناقصه یا مزایده رو ببره سهم دارن و شرکت دارن. اینا حدود 6 میلیارد دلار این 33 هزار نفر در سال درآمدشونه و اینها تعیین کننده هستن در واقع در باره تصمیمات مهم. و همین لابیستا یک گروهشون، گروه کوچیکشون، لابیستای عربستان هستن که یک شعبه از اون لابیستای مجاهدین خلق هستن که اینها طی چند سال گذشته شاهد بودیم که این آقایانی رو که من نام بردم به عناوین مختلف در گرد همایی هایی که در اروپا داشتند دعوت کردند و به اینها وجوهی پرداخت کردند و اینها رو آلوده کردند که وزارت دادگستری امریکا پرونده اینها رو هنوز باز دارد و هنوز بسته نشده. و اما ببینید استفاده از این آقایون به نظر من از نظر قانونی هم ایراد خواهد داشت. چرا؟ که کسی که شغل مهم در دولت امریکا بگیره این احتیاج به یک کلیرنس حداقل تاپ سیکرت داره
و کسی که بخواد تاپ سیکرت کلیرنس بگیره اگر دو بار در طول عمرش مواد مخدر مصرف کرده باشه بهش نمیدن. اگر از یک سازمانی پول به هر ترتیبی بیش از حد معمول گرفته باشه این اشکال برای تحصیل اون کلیرنس. اینها از یک سازمان تروریستی پول گرفتن که اینو با هیچ چیزی نمیشه شست و نمیشه هضمش کرد. من نمیدونم آقای ترامپ چه جوری میخواد، آیا باز با اون به اصطلاح حالتهای تلویزیونی که ایشون داشتن و دارن میخوان این کار رو زورکی انجام بدن، یا اینکه نه یه راه قانونی برای این پیدا میکنن. این متاسفانه این اشکال هست. و اما جناب احمدی، جناب ترامپ خیلی حرفای مخصوصا در مورد خاورمیانه زدن که ممکنه باعث ایجاد بحران‌های جدیدی در خاورمیانه بشه و من نمیدونم این دست‌اندرکاران و این آگاهانی که اطراف ایشون هستن چگونه خواهند توانست منظور ایشون را عملی کنند و یا به چه ترتیبی خواهند توانست که ایشون را راهنمایی کنند. آقای ترامپ مثلا در پی کمرنگ کردن و تضعیف منافع روسیه و ایران در خاورمیانه است و خب به نفع کی؟ به نفع عربستان و امارات و ترکیه، که امارات، عربستان و ترکیه گروه سنی های خاورمیانه هستند و خب ایران و قسمتی از سوریه و عراق اینا گروه شیعه های خاورمیانه هستن و این مشکل رو آقای اوباما طی 8 سال نتونست حل بکنه، یعنی نتوانستن ایشون یا اینها رو به هم نزدیک کنن یا یک طرف رو بر طرف دیگه غالب کنن. حالا ایشون به چه ترتیب میخوان این کار رو انجام بدن، این خب خیلی مسئله حساسی است و از جمله مسائل دیگه‌ای که اینجا مطرح هست یه مقدار ایشون مجبوره و صحبت هم شده که سیاست‌های آقای اوباما رو دنبال کنه. ایشون نمیتونه به طور کلی همه اینا رو نفی کنه، تا حدی به خصوص در مورد ایران، به خصوص در مورد برجام ایشون باید و سیاست های آقای اوباما رو ادامه بده، ولی اگر ایشون بخواد این مسئله برجام رو منتفی بکنه خب روز از نو، روزی از نو و با روسیه چه خواهد کرد؟ حالا ایران اگر یک قدرت درجه 2 یا 3 در مقابل امریکا باشه، روسیه این حالت رو نداره. شاید آقای ترامپ با توجه به رابطه‌ای که با آقای پوتین ایجاد کرده و اینکه اولین کسی که به ایشون تبریک گفت آقای پوتین بود، بتوانند راه حلی در این مورد در سوریه پیدا کنند که البته در اون نقش ایران هم مهم است و نمیتونن ایران رو کنار بگذارند یا ندیده بگیرن. بله، بسیار سپاسگزارم. حضورتون عرض میکنم که آنچه که من استنباط میکنم این است که آقای ترامپ ناگزیره به خاطر رای دهندگان خودش نوع کابینه رو به شکلی تعیین بکنه که بتونه رضایت خاطر عموم آمریکایی ها رو جلب بکنه. در مورد خاورمیانه به طور کلی آنچه که آقای ترامپ نظرش نسبت به خاورمیانه هست بیشتر یک نظر اقتصادی است تا سیاسی. ایشون میخواد ببینه که خاورمیانه چه منافع مالی و اقتصادی برای آمریکا داره و از دید اقتصادی میخواد موضوع رو حل بکنه. به همین جهت من فکر میکنم که ایشون به یک جنگ در خاورمیانه مبادرت نخواهد کرد، بلکه کوشش خواهد کرد از طرق دیگر حکومت‌هایی رو که در تقابل با آمریکا هستند اینها رو سر جای خودشون بنشونه، من جمله جمهوری اسلامی رو. و به همین جهت هست میبینیم که لحنی که آقای خامنه ای به خود گرفته است و در آخرین صحبت هاشون ایشون مطرح کرد که ما نه خوشحال هستیم نه
ناراحت و نه تایید میکنیم نه تکذیب، به این معنی است که جمهوری اسلامی امروز در یک شرایطی خودش رو احساس میکنه که دوران سختی رو بایستی از این به بعد تحمل بکنه و اون دری رو که آقای اوباما باز کرده بود بر روی جمهوری اسلامی مسلما آقای ترامپ خواهد بست. بنابراین اندیشه من این است که اپوزیسیون ایران و خصوص دوستانی مثل جناب عالی که در واشنگتن تشریف دارید بایستی هرچه سریعتر اقدام بکنیم و اکنون که اوضاع داره تغییر پیدا میکنه و سازمان های مثل نیاک پس زده خواهند شد و افراد معلوم الحالی که در اونجا بودن و لابیگری میکردن برای رژیم ملایان در تهران، اینها خواهند رفت، جایگزین این و بدیل این رو ما بایستی امروز در دست داشته باشیم و من باورم این است که بایستی هرچه سریعتر یک لابی بسیار قوی ملی در واشنگتن ما ایجاد بکنیم برای حفظ منافع ملی مردم ما و کشورمون. خواستم ببینم که نظر جناب عالی در این مورد چی هست. برسون برسونم. ببینید، برنامه های مهم سیاست مداران امریکا یا برنامه های امریکا به طور کلی یا کشورهای بزرگ برنامه های روزانه یا سالانه نیست. این برنامه ها 25 سال، 30 سال، 35 سال، گاهی تا 50 ساله پیشبینی و طرح‌ریزی میشه. در مورد ایران هم من فکر میکنم برنامه به طور کلی آقای اوباما، آقای بوش، ما تو این 30 چند سالی که در امریکا بودیم دیدیم. بعضی از ما هموطنان ما فکر میکنن که قضیه ایران و آوردن جمهوری اسلامی در زمان آقای کارتر این اشتباه دموکرات ها بود، در صورت که هر کسی رئیس جمهور بود این مسئله و این قضیه انجام میشد، ممکن بود چند ماه یا چند سال به تأخیر بیفته یا زودتر و دیرتر باشه. من قبول ندارم که ببخشید که ما با ایجاد البته داشتن یک لابی گروه لابی قوی بسیار خوبه، مفیده، ما کوتاهی کردیم تا حالا که نداشتیم، ولی تغییر برنامه های کلی سیاسی هر کسی رئیس جمهور باشه، حتی آقای ترامپ اگه خودشون هم بخوان و مصر هم باشن، به نظر من نمیتونن این کار بکنن. این برنامه ها برنامه هاییست که طراحیش تصویبش از طرف یک گروه عرض کنم خیلی شاید که ظاهر نیستند انجام میشه با توافق کشورهای اروپایی است، به خصوص انگلستان نقش بزرگی در اینجا داره، اسرائیل همینطور و کشورهای غربی دیگه به همین ترتیب. ولی من فکر میکنم ببینید نجات ایران، تغییراتی در ایران همونطور که مستحضر هستید توسط مردم ایران باید انجام بشه. مردم ایران مهمن و اونهان که میدونن اگر اشتباه کردن چه اشتباهاتی شده، که البته این نسل جدید هیچ تقصیری نداره، نسل من و شما بود که اشتباه کرد و گول خورد، ولی این نسل من خیلی به اینها امیدواری دارم. این نسل جدید ایران آگاه‌تر از ما هستن، به خوبی مسائل رو درک کردن، مشکلات بین‌المللی رو میدونن و اینها به تدریج راه خودشون رو خواهند پیدا کرد. البته من در این موردی که بهترین گزینه در واقع برجام بود نمیتونم خیلی راحت باشم با این مسئله، زیرا که این آقایان دو گزینه رو در واقع به ملت ایران تحمیل کردن. گزینه اول جنگ بود که ما در همین برنامه‌های تلویزیونی هم به کرات و مفصل راجبش صحبت کردیم که اساساً منتفی بود و این قضیه رو فقط برای سرگرم کردن مردم جهان اینها مطرح می‌کردند و در واقع گزینه دوم رو گفتن که برجام هست و سازش بر سر این مسائلی که حقیقتاً هیچ گونه نتیجه مثبتی تا امروز حداقل برای ملت ایران به صورت ملموس نداشته. اما گزینه سومی بود و اون گزینه ملت ایران بود که آقای اوباما و
ادمنستریشن آقای اوباما چشم بست بر روی ملت ایران. اما خوشبختانه امروز میبینیم که همون ملت که جنابالی هم به اونها مفتخر هستید، امروز در پاسارگاد اون جنبش بزرگ رو ایجاد کردند و در واقع نشان دادند که اگر به اونها در جامعه جهانی بیتوجهی شده، اگر به خواست اونها احترام گذاشته نشده، اما ملت ایران ملتی است که پس نزده، هنوز مردانه ایستاده و در صدد هست که حق خودش رو پس بگیره و در واقع تکلیف این رژیم رو یکسره روشن بکنه. من از این دیدگاه در واقع مشکل بسیار بزرگی با برجام از ابتدا داشتم و هنوز هم دارم، با توجه به اینکه فساد گسترده‌ای که در سراسر مملکت هست، از بالاترین درجات تا پایین‌ترین درجات کشور، هرگز اجازه هیچ گونه اصلاحی رو، اون هم در یک سیستم سیاسی مذهبی مانند جمهوری اسلامی با اون ساختاری که ولی فقیه همه کاره هست و تصمیم گیرنده یا کنترل کل کشور و 80 میلیون جمعیت رو در دست داره، این سیستم امروز کار نمیکنه و این آقایان و آقای اوباما به خصوص همه این مسائل رو نادیده گرفتن و اونجایی که آقای کری ابراز میکند که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم دموکراتیک است، من نمیدونم آیا معنی دموکراسی رو ایشون نمیدونه یا اینکه فکر میکنه تنها اگر صندوق رأی گذاشتن و اجازه دادن مردم در انتخابات شرکت کنن، چند نفر دزد و دیکتاتور رو انتخاب کردن و مردم رو مجبور کردن از میان اینها یکی رو انتخاب بکنن، آیا این دموکراسی است و آیا آنچه که غرب و به خصوص آمریکایی ها برای ملت های دیگر به عنوان دموکراسی مطرح کردن، آیا این معنی رو میده یا حقیقتا ملت ایران هم شایسته است که یک حکومت سکولار داشته باشه، یک حکومت دموکرات داشته، حکومتی که برگزیده مردم باشه، حکومتی که متبلور باشه از اراده ملی و در خدمت مردم باشه، نه حکومتی که در برابر مردم بایسته. و از این جهت من با این برجام از ابتدا مخالف بودم. جناب دکتر احمدی، من ضمن ادای احترام به جناب عالی و اینکه هر کسی نظرش عقیدش محترمه، میخوام عرض کنم که ببینید، امریکا یا هر کشور قدرتمند جهان مسئول نبودن دموکراسی در یک کشور نیستن. اینا صحبتش رو میکنن، ولی اگر واقعا اگر امریکا به دنبال ایجاد حکومت‌های دموکراتیک در سراسر جهان بود و اون صحبت و ادعاشون رو می‌خواستن عمل کنن، بدترین شکل حکومتی که الان تو کره زمین وجود داره حکومت عربستانه و همیشه چشم پوشی شده. در عربستان نه بچه، نه جوان، نه زن، نه دختر، نه مرد، هیچ کس حقی نداره و میدونید که فاسدترین حکومتی که الان روی کره زمین هست یکیش عربستان، یکی از این فاسدترین ها. ولی خب امریکا به خاطر منافعی که در اونجا داره، به خاطر نفت عربستان، پول عربستان، چشم پوشی میکنن از اینها. ادعایی در مورد حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و عرض کنم اینایی که خوشایند و شنیدنش آدم رو خوشحال و به هیجان میاره، اینا با حقیقت تفاوت داره. بزرگان دنیا، چه امریکا، چه روسیه، چه انگلستان، چه بقیه، اینا در درجه اول به فکر منافع خودشون هستن. منافع ملت ایران رو خود ملت، مردم ایران باید تشخیص بدن. مونتسکیو سالها پیش گفت که هر ملتی لایق اون حکومتی است که دارد. ما اشتباه کردیم، گول خوردیم و باید تون اشتباهمون را بدیم تا بیدار نشیم. تا خودمون اقدام نکنیم کسی به فکر ما نخواهد بود. این نظر من. کاملا درست فهمید، با شما 100% موافق هستم. بفرمایید که در این شرایط بسیار حساس و در این حال بحرانی خاورمیانه که کشور ما از هر سو داره تهدید میشه،
و با توجه به جنبشی که در هفته آبان آغاز شد به نام جنبش پاسارگاد، در واقع ملت ایران قدم بعدی که باید برداره چیست و چگونه می شود این جنبش رو زنده نگه داشت تا برسیم به مرحله نهایی که واژگون کردن رژیم باشد و جایگزینی آن با یک رژیم شایسته و مردم سالار؟ به نظر من بایستی از هر جنبش آزادی خواهی، جنبش عرض کنم تغییر و تحول در جهت خوشبختی و بهروزی ملت ایران پشتیبانی بکن. ولی باز من به این نکته برمیگردم. ببینید جوانای ما، ایرانی ها، وقتی مقایسه میکنید با سایر جوانها در اون منطقه، در کشورهای دیگه، یک سر و گردن از نظر معلومات، اطلاعات، شخصیت، به خاطر پشتوانه تاریخی بزرگی که دارن، به خاطر اون ارزش‌های فرهنگی و اصالت، اینها تفاوت دارن و برترن. بله، بسیار سپاسگزار هستم. من با نظر جناب علی موافق هستم. من فکر میکنم که فرصت خیلی زیادی باقی نمونده باشه برای پرسش‌های بیشتر، اما برای اینکه یک جمع‌بندی بکنیم از گفتگوی بسیار خوبی که امشب داشتیم، میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که با توجه به فرمایشات جناب عالی و همچنین اعتقادی که من هم دارم، این ملت‌ها هستند که برای خودشون تصمیم می‌گیرند و نباید منتظر به خصوص برای تصمیم‌گیری از سوی بیگانگان بشوند، زیرا ملتی که چنین انتظاری رو داشته باشه، یعنی از خودش سلب امید کرده، و ملتی که خودش رو قبول نداشته باشه به طبع نمیتونه ملت سرفرازی باشه. ولی در هر صورت ما در جهانی زندگی میکنیم که امروز تکنولوژی این جهان رو به صورت یک شهرک کوچکی درآورده و ارتباط میان جوامع بسیار زیاد شده و به خصوص مسائل اقتصادی و همچنین مسائل ارتباطات اجتماعی به قدری تحت تاثیر این تکنولوژی تغییر کرده است که امروز دیگر بسیاری از اون معادلات قدیمی جهان تغییر پیدا کرده و معادلات جدیدی رو امروز ما در صحنه اجتماعی به خصوص در میان ملت‌ها می‌بینیم. بسیار سپاسگزار هستم جناب سرشار گرامی از شرکت شما در این برنامه و همراهی که امشب داشتید با من، و بدرود میگویم با همیهنان گرامیمون. روی صفحه تلویزیون شماره ها رو خواهیم دید. جناب سرشار، اگر جناب علی هم میخواید با بدرود بگویید با همیهنان گرامی بفرمایید و بعد برنامه رو به پایان میبریم. با آرزوی بهترین ها، بدرود، پاینده ایران. بله، همیهنان گرامی هم با شماره تلفن هایی که روی صفحه تلویزیون هست با ما تماس بگیرید درباره گفتگوی امروز و آنچه که بحث شد، نظرات خود رو با ما در میان بگذارید. تلفن های 650 619 7623 و 832 277 7748 و همچنین از طریق ایمیل shorayenejateiran@gmail.com با ما همراه باشید. سپاس. در اینجا با شما همیهنان بسیار گرامی و نازنینم بدرود میگویم تا برنامه دیگر. پاینده ایران عزیزم. جاودان نیک بدان دشمنان جهل و
زهر و کین همی براتمم، این چنین مرگ و فرفشانم چون تیر آتشین. ما میخواهیم آزادی، جهد ما بسا میدهد به ما نبی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم،